عیبجویی و تمسخر. هشدار اسلام در مورد عیبجویی و تمسخر. اسلام بر اهمیت حفاظت از افراد در برابر هر گونه آسیب، چه با زبان و چه با عمل، تأکید دارد. در این دین اسلام به خطرات عیبجویی و تمسخر که از جمله بزرگترین آفات زبان هستند و می توانند پیامدهای وخیمی در دنیا و آخرت داشته باشند، هشدار می دهد. عیبجویی به بیان عیوب کسی با زبان گفته می شود. تمسخر اشاره به حرکات یا اعمالی دارد که دیگران را مسخره می کنند. متاسفانه امروز عیبجویی و تمسخر در محافل اجتماعی رایج شده است، جایی که افراد از آنها برای تمسخر دیگران استفاده می کنند و آنها را موضع تمسخر و استهزا قرار می دهند. اگرچه این رفتار برای برخی ممکن است سرگرم کننده به نظر برسد، اما پیامدهای منفی برای فرد و جامعه دارد. قرآن به شدت کسانی را که به این اعمال دست می زنند هشدار داده است، همانطور که الله متعال می فرماید: ویل لکل همزه لمزه، وای بر حال هر عیبجوی طعنه زننده. این آیه به مجازات شدیدی برای کسانی که دیگران را با زبان یا اعمال خود تحقیر می کنند اشاره دارد. خداوند عواقب این رفتار را نیز بیان کرده است و می گوید کسانی که مرتکب این اعمال می شوند به حطمه، یعنی آتشی که هرگز خاموش نمی شود، افکنده خواهند شد. آیات همچنین به این اشاره می کنند که این افراد در آتشی سوزان محبوس خواهند شد و عذاب آن به قلبهایشان می رسد و رنج را شدیدتر می کند. این هشدار نه تنها یک تهدید است، بلکه دعوتی برای توبه و دوری از این آفات است.